ارتش اسرائیل از شامگاه جمعه با سربازان و خودروهای زرهی عملیات زمینی را در غزه گسترش داد و همزمان حملات هوایی را در پشتیبانی از این عملیات افزایش داده است. سلام و وقت بخیر، نیلوفر ملایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. نتانیاهو عملیات زمینی جاری در غزه را مرحله دوم جنگ خوانده و گفته است جنگ در داخل نوار غزه دشوار و طولانی خواهد بود. حماس نیز همچنان به حملات خود علیه اسرائیل ادامه می‌دهد و فرمانده ارتش اسرائیل به ساکنان شهرهای واقع در جنوب این کشور نسبت به حملات موشکی و راکتی علیه این مناطق هشدار داده است. یک اداره در وزارت دفاع اسرائیل که با فلسطینی‌ها هماهنگی می‌کند اعلام کرده که اسرائیل اجازه می‌دهد در روزهای آینده ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه ادامه یابد و غیر نظامیان فلسطینی باید به جنوب غزه بروند. در دیدگاه با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه همراه می‌شویم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس. جناب آقایی، لطفاً ابتدا در مورد آخرین تحولات جنگ برامون بگید. چه تغییر مهمی اتفاق افتاده که نتانیاهو گفته وارد مرحله دوم جنگ شدیم؟ اتفاقی که افتاده این استش که اسرائیل بر اساس یک استراتژی جنگی تلفیقی مرحله‌ای به دنبال دستیابی به یک هدف راهبردی مشخص است. هدفی که خودشون اعلام کردن و اون نابودی توانایی یا قوای نظامی و حکمرانی حماس در غزه است و ایجاد یک واقعیت جدید امنیتی در غزه از طریق نظامی. البته آزادی گروگان‌ها هم جزء اهداف راهبردی اسرائیل هست، ولی فعلا اون هدف اصلی نابودی حماس است از نظر نظامی. و این چیزی بوده که مقامات اسرائیل اعلام کردن. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل مشخصا گفت چند روز پیش که جنگ سه مرحله خواهد داشت. مرحله اول بمباران‌ها و اون مانورهای هوایی خواهد بود با هدف از بین بردن زیرساخت‌های حماس. مرحله دوم عملیات‌های زمینی محدود با شدت کمتر خواهد بود. دقیقاً به نظر می‌رسه که ما الان نزدیک همون مرحله دوم هستیم، فاز دوم جنگ. و مرحله سوم هم پایان دادن به مسئولیت اسرائیل در قبال مردم غزه و ایجاد یک واقعیت امنیتی جدید در غزه. به نظر می‌رسه که آنچه که ما الان شاهد هستیم فاز دوم جنگ هست و سعی می‌کنه که اسرائیل عملیات زمینی محدود رو با پشتوانه حملات هوایی سنگین خودش ادامه بده. آیا حمله زمینی اسرائیل به غزه تأثیری بر وضعیت گروگان‌ها داره جناب آقایی؟ نتانیاهو معتقد این حمله به بازگردوندن اونها کمک میکنه؟ ببینید، حمله زمینی گسترده‌تر اگر به غزه انجام بشه میتونه حتی وضعیت گروگان‌ها رو پیچیده‌تر و سخت‌تر بکنه برای نتانیاهو. یعنی دقیقاً بر اساس اون چیزی که نتانیاهو میخواد اوضاع پیش نره. و الان هم اگر واقع‌بینانه بخوایم نگاه بکنیم، حماس از کارت گروگان‌ها داره به طور بسیار هدفمند و حتی هوشمند به عنوان اهرم فشار علیه اسرائیل و حتی آمریکا داره استفاده میکنه و از طریق جنگ روانی و فریب راهبردی رسانه‌ای هم داره با همین کارت بازی میکنه تا اینکه اسرائیل مجبور به پذیرش یک آتش‌بس بشه یا به طور دقیق‌تر یک آتش‌بسی رو بتونن تحت فشار رسانه‌ای و دیپلماتیک به اسرائیل تحمیل بکنن و اون موقع حماس گروگان‌ها رو آزاد بکنه، یا اینکه نه، عملیات زمینی به صورت گسترده‌تر انجام بشه و اون موقع هر اتفاق بدی برای گروگان‌ها افتاد، اون موقع حماس و جمهوری اسلامی اسرائیل رو مقصر بدونن و عملاً وضع برای اسرائیل سخت‌تر بشه. البته اینم در نظر داشته باشیم ممکنه که اتفاق‌های غیر قابل انتظار هم رخ بده. یعنی مثلا در یک سناریو حماس بیاد کل گروگان‌ها رو آزاد بکنه و اون موقع با آزادی گروگان‌ها اسرائیل رو در مضیقه قرار بده، به نوعی اون دلیل و منطق اصلی حمله گسترده‌تر زمینی اسرائیل رو زیر سوال ببره. بنابراین وضعیت بسیار پیچیده است در مورد گروگان‌ها، ولی این رو بگم که پذیرش آتش بس از طرف اسرائیل از منظر نظامی و راهبردی یک اشتباه است، چون اگر بخوان آتش بس رو بپذیرن به حتی هدف راهبردی اعلامی خودشون هم دست پیدا نکردن اسرائیلی‌ها. بنابراین به نظر نمی‌رسه که به این زودی‌ها بخوان آتش‌بسی رو قبول بکنن.
ابراهیم رئیسی درباره حمله زمینی اسرائیل به غزه گفته دومین پیروزی برای حماس رقم خورده. تحلیلتون جناب آقایی از چنین سخنانی چه هستش و جمهوری اسلامی تا کجا میتونه به قلب واقعیت ادامه بده؟ ببینید، عدم درک صحیح واقعیت حاکم بر روابط بین الملل و حتی کارکرد روابط بین الملل باعث میشه که این چنین اظهار نظرها رو بکنن. البته این رو هم در نظر بگیریم که این اظهارات بعضن به صورت عمدی هم بیان میشه، چون هدف اصلی همون قلب واقعیات هست، برای اینکه بتونن بر اساس اون عملیات‌های جنگ روانی و فریب راهبردی روی افکار عمومی سعی بکنن تأثیر گذاری بکنن، به خصوص برای مصرف داخلی میشه اندک افرادی که به هر حال هنوز با جمهوری اسلامی سمپاتی دارن. و این رو در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی از دو اصل کتمان و فریب در سیاست خارجی خودش استفاده میکنه، بعضن از تئوری‌های فریب روسی هم الهام گرفتن، به طور مشخص تئوری‌های به اصطلاح حالا انگلیسیش ریفلکسیو کنترل یا کنترل واکنش هست، در شرایطی که در گوشه رینگ قرار میگیره جمهوری اسلامی در بعد ژئوپلیتیک یا به لحاظ نظامی سعی میکنه که این اظهارات رو انجام بده. به هر حال تا زمانی که جمهوری اسلامی در واقع بخواد میتونه این قلب واقعیت رو انجام بده، ولی واقعیت این هستش که اون واقعیات روی زمین در میدان جنگ به ما نشون خواهد داد که به هر حال کدوم طرف اون حرفش و اون منطقش میتونه در تحلیل نهایی به کرسی بشینه. بنابراین فعلا نمیشه احسان نظری در این مورد کرد. جناب آقایی، میانجیگری قطر رو در مذاکرات میان اسرائیل و حماس تا چه حد مؤثر میدونید و پیش بینیتون از روند پیشرفت این مذاکرات چه است؟ نقش قطر واقعا نقش مهمی است، البته خیلی پیچیده و معما برانگیزه. ببینید، قطر از یک طرفی مقر سنتکام هست، یعنی فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در منطقه، میزبان پایگاه العدید هست و از همین پایگاه العدید بود که آمریکایی‌ها، یعنی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، به مواضع داعش در سوریه زمانی حمله می‌کرد، از همین پایگاه علیه القاعده در افغانستان حملاتی انجام می‌شد و در حال از این پایگاه به عنوان یک پایگاه نظامی آمریکایی استفاده میشه. بعد از خروج آمریکا از افغانستان در اوت 2021 همین قطر بود که باعث در واقع نوعی میانجیگری شد برای خروج هزاران نفر از جمله شهروندان آمریکایی، مقاطعه‌کاران و دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی. و بایدن هم در مارس 2023 قطر رو به عنوان متحد غیر ناتویی آمریکا عنوان کرد و حتی در سال 2008 هم در مورد مناقشه حزب الله اسرائیل به نوعی میانجیگری کرد. الان اما وضعیت به گونه‌ای هستش که مسئله گروگان‌ها رو داره سعی می‌کنه قطر روش مانوف بده. به نوعی میشه گفت اگر واقعاً بخوایم واقع‌بینانه نگاه بکنیم، داره قطر در زمین به نوعی در زمین حماس بازی می‌کنه. البته هدفش صلح هست، ولی بازی که داره قطر می‌کنه، اگر آتش بس رو بخوان اعلام بکنن یا فشار بیارن، اولاً بازی کردن در زمین حماس هست. به خاطر همین الان دو دیدگاه وجود داره که این رابطه قطر با حماس که واقعا رابطه‌ای هستش که وجود داره، به نوعی باعث میشه که در آمریکا این نحوه تعامل آمریکا با قطر زیر سوال بره، زیر ذره‌بین میبره، پرسش‌های زیادی در این باره مطرح است. ولی فعلا به نظر من مشخص است که واقعا بتونه قطر حرف خودش رو به کرسی بشونه، چون اسرائیل مصمم به نظر میرسه که به اون اهداف راهبردی خودش دست پیدا بکنه و دستیابی اسرائیل به اون اهداف راهبردی اعلامی خودش از مسیر آتش بس به این زودی‌ها نمیگذره، از مسیر اهرام نظامی میگذره و فعلا باید به اون اهدافش برسه و بعد شاید بتونه در مورد آتش بس مذاکراتی بکنه. جناب آقایی، با توجه به اینکه اسرائیل این کارزار رو کارزاری طولانی و سخت ازش یاد کرده، تحولات منطقه در روزهای آینده به نظر شما چه سمت و سویی خواهد داشت؟ ببینید، پیش بینی تحولات پیش رو خیلی سخته، تقریبا غیر ممکن هست، ولی اگه ما به اون واژگانی که از زبان مقامات اسرائیلی داره در بیان میشه دقت بکنیم، اون واژگان واژگانی هستش که بسیار مهم هست. البته بخشش میتونه در راستای همون ابعاد روانی جنگ باشه، ولی به کار بردن واژگانی همچون اینکه این کارزار در واقع جنگ استقلال دوم اسرائیل هست، یا اینکه آنچه بر سر اسرائیل رخ داد در 7 اکتبر به نوعی تداعیگر همون هولوکاست هست، اینها واژگانی نیست که ما بخوایم به سادگی ازش عبور بکنیم. به نظر میرسه که در بعد منطقه‌ای دست کم خاورمیانه توی
حالا میشه گفت مدت طولانی درگیر جنگ خواهد بود. این پتانسیل هم وجود داره که تحت یک سری شرایط غیر قابل پیش بینی جنگ فراگیرتر هم بشه، یعنی حزب الله مداخله بکنه، جمهوری اسلامی مستقیم وارد بشه، کما اینکه در ساعات گذشته حزب الله یک ویدئویی رو منتشر کرد، حسن نصرالله و اسرائیل هم، ولی مصمم به نظر میرسه که قواعد بازی رو در دست کم توی مناقشه فلسطینیان و اسرائیل عوض کنه به نفع خودش، در غزه از طریق نظامی یک واقعیت جدید امنیتی ایجاد بکنه در گام نخست. این وسط هم گزینه ای داره، حماس و جمهوری اسلامی و بقیه شرکای منطقه‌ایش، این هستش که بیان با جنگ روانی و رسانه‌ای و فشارهای دیپلماتیک از طرف قطر یه شرایطی به وجود بیاد که آتش‌بسی به اسرائیل تحمیل بشه. اما هیچ نشانه‌ای در حال حاضر دیده نمیشه که اسرائیل بخواد از مواضع راهبردی خودش کوتاه بیاد. شرایط برای اسرائیل برگشت ناپذیر هست و به نظر میرسه که بر اساس همون استراتژی جنگی تلفیقی و چند مرحله‌ای عمل خواهند کرد اسرائیل، دست کم در کوتاه مدت، یعنی تشدید عملیات‌های نظامی هوایی و یعنی عملیات‌های نظامی هوایی زمینی و دریایی به صورت مرحله‌ای و اپیزودی، برای اینکه عملیات زمینی رو به صورت محدود پیش ببرن، همزمان حملات هوایی رو به طور گسترده انجام بدن برای زدن مواضع حماس، زمین رو در داخل غزه آماده بکنن برای فاز جنگ شهری. ولی به هر حال همه چیز ممکنه که طبق خواسته اسرائیل پیش نره، هرچند این هدف راهبردی رو در نظر دارن و فاکتور مهم این هستش که چقدر جمهوری اسلامی و حزب الله آماده هستن که خودشون رو درگیر جنگ بکنن و چقدر آمریکا در اون سناریو، یعنی سناریوی مداخله مستقیم جمهوری اسلامی یا حزب الله، بتونه برای اسرائیل و برای خودش در منطقه قدرت بازدارندگیشو تثبیت بکنه. بنابراین هنوز وضعیت پیچیده است و روزهای آینده به ما تصویر دقیق‌تری میده که ما بتونیم به کدوم سمت و به کدوم مرحله از این نبرد بزرگ خاورمیانه پیش خواهیم رفت. ممنون از همراهی شما. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.